عدنان بک حتما میاد نه؟ یه بار دیگه بهش بگید. با دخترش میاد؟ آره. قراره کجا بشینه؟ اینجا خانوم. نه، عدنان بک کنار من میشینه. هر طور شما بخواید. همراه‌ها رو هم تو سالن بذارید. خوش اومدین. مواظب باشید هیچ اشتباهی نکنید. بله، حتما. چه عجب، تشریف آوردی نهاد بک. ببخشید کارت دعوت واسه‌تون نفرستادم. شلوغی عروسیه دیگه. مگه ما کار دیگه‌ای هم داریم؟ بیسان تو اتاقشه؟ آره، تو اتاقشه. تو ایسان، من یه خود گرفتارم عزیزم، ببخشید. دیگه تموم شد. این گلا مال کیه؟ از دفتر فرستادن. خب عالیه، واسه الان کافیه. بس میخواین کمکتون کنم؟ نه متشکرم. نمیدونم کی قراره این لباسو تو تنت ببینم. نمیشه الان ببینیش. خوشحالی؟ آره. پسرم چی؟ اون خوشحاله. خانوادت میان نه؟ ببین اگه نیان مامان جنجال به پا میکنه. تو رو خدا به هم نگو اونا نمیان. میخوان دیوونم کنن. مگه چی شده؟ خجالت میکشم برات تعریف کنم. چرا؟ پدرم اصرار داره تعهدنامه ازدواج رو امضا کنی. اینو پیش یه وکیل تنظیم کرده. از صبح عصبیم کرده. نهاد، شماره یه صندلیاتون هنوز تو لیست نیست. راستش من لیستو بهشون دادم. این برگه دیگه چیه بیسان؟ نهاد خودکار داری؟ بهت گفتم این چیه؟ مامان این دیگه چیه؟ این کار روز عروسی انجام میشه آقا نهاد. به من ربطی نداره، بابا خودش گفت. لطفاً برو به پدرت بگو این یه اهانته، یه اهانت، فهمیدی؟ مامان دخالت نکن. مگه تو احمقی؟ چطور میخواستی بدون اینکه چیزی به من بگی اینو امضا کنی؟ تو اصلا نمیدونی چی کار میکنی؟ تو از خاندان مالک اغلوی بزرگی، تو وارث مالکی دختر. عجیبه، واقعا عجیبه. من متاسفم ولی از دستم کاری بر نمیاد، خانوادم اینطوری میخوان. این تعهدنامه هرگز امضا نمیشه. الان دیگه خواسته هاتون معلوم شد، باید اول با من حرف بزنی. مامان. نه خواهش میکنم، چون بیوه‌مو تا حالا حرفی نزدم، این دلیلی نمیشه که تعهدنامه رو قبول کنم. این برای من یه اهانته. اگه این تعهدنامه رو شرط ازدواج گذاشتین، چه بهتر که این عروسی سر نگیره. کاتیا، کاتیا عزیزم، متاسفم. من خیلی متاسفم. حق با مامانت. کاش این برگر جلوشون پاره میکردم و نمیواردمش اینجا. کاتیا، کاتیا، سامر هنوز بر نگشته؟ نه خانوم. تلفنم کجاست؟ برو زود بیارش. نشونتون میدم.